به نام خدا و سلام بر شما بیننده برنامه سرنوشت و گونه زنده با من حدی سعیدی از نور هستید. سفر وزیر خارجه حکومت جدید پاکستان بعد از سفر مقامات ارشد آمریکایی با محوریت موضوع افغانستان به پاکستان. از زمان تهاجم تحت رهبری ایالات متحده در سال 2011 افغانستان هرگز چنین ناامن نبوده است. طالبان نسبت به هر زمان پس سقوط این رژیم در 17 سالی پیش قلمرو بیشتر را کنترل می کنند. جنگ افغانستان اکنون به طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا بدل شده است. با گذشت زمان درگیری نه تنها شدیدتر بلکه پیچیده‌تر نیز شده است. حملات طالبان بزرگتر، مکررتر، وسیع‌تر و مرگبارتر شدند. هر دو طرف طالبان و دولت افغانستان تلاش می‌کنند که دست بالای هم در جنگ داشته باشند و هم در سال. بحث‌های صلح حکومت افغانستان و طالبان وابسته به همکاری پاکستان در این ارتباط دانسته می‌شود که پاکستان هم در یک سیاست نامعلوم و پیچیده با خواستهای حکومت افغانستان همواره برخورد می کند. حالا سفر وزیر خارجه پاکستان به کشور چه تأثیری می تواند بر وضعیت امنیتی و رابط دو کشور و خصوصا جنگ صلح در افغانستان داشته باشد؟ بیشتر در این رابطه بحث می کنیم با حضور آقای فرید محمدی کارشناس رابط بین الملل، آقای سلمان هدایی کارشناس سیاسی و آقای سید نقیب الله هاشمی از ازبق شورای ولایتی کابل. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید. آقای هاشمی، میخوایم بحث را با شما آغاز بکنم. آیا واقعا چرا سیاست های پاکستان در قبال افغانستان در طول تاریخ ثابت شده که یک سیاست دو جانبه و یا مرموز و پیچیده ای بوده؟ آیا منافع پاکستان در افغانستان در چی است؟ به نام خدا سلام عرض ادب خدمت شما میهمانان عزیز در بس، بینندگان محترم تلویزیون مردم شریف نجیب افغانستان. شک نیست که پاکستان با وجود که کشور همسایه ماست، کشور همسایه اسلامی است، در فراز نشیب دور جهاد تا الحال نمیخواد که اصلا پاکستان در افغانستان یک حکومت قوی و مقتدر بیاید تا حکومت قوی و مقتدر بتواند در افغانستان یک صلح ثبات دائمی را برقرار بسازد. چند موضوع بس میتونیم که مطرح کنیم. یک، مسئله مرزهای افغانستان و خط دیورن. دو، مسئله آبهای افغانستان. سه، مسئله تجارت که پاکستان با افغانستان داره، راه ترانزیتی که مکمل داره. این موضوعات است و موضوعات دیگر همه سبب عظیم میشه که پاکستان در طول تاریخ و خصوصا در 14 نمیخواد که در افغانستان حکومت باثبات قوی و مقتدر باشه. اگر افغانستان داره یک حکومت قوی، مقتدر، باثبات باشه، پس میتونیم مسئله آبهای افغانستان از بساده و بسیط حل شوه، موضوع بحث سرحدات و خط دیورن حل شوه، اینقدر در تجارت یا راه ترانزیت که پاکستان منافع میگیره کشور ما نمیتونه بگیره. پس همین موضوعات و موضوعات دیگه سبب به این میشه که پاکستان همیشه در تلاش ازی است که افغانستان یک حکومت ضعیف، یک حکومت که نتونه از تمامت ارضی خود دفاع کنه، یک حکومت نتونه که صلح و ثبات برقرار کنه، همیشه تلاش میکنه. در 14 شما میبینید در هر زمان استفاده از امیر پاکستان میکنه. اگر دور جهاد افغانستان بود، استفاده از امیر از امریکا، از جامعه عرب، از جامعه جهانی، جمع از روسا، همه استفاده را کردن، خود رساندن صاحب اتم ساختن. آیا این استفاده ریشه و یا این منافعی که پاکستان به دست میاره از کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهانی ریشه در استراتژی ها و سیاست های پاکستان داره و یا هم در موقعیت استراتژیک پاکستان؟ ببینین، شکل نیست که هر کشوری که در جغرافیای دنیا زندگی میکنن، اونا میخوان که به نفع کشور خود چیزی را کمایی کنن و کشور خود را رشد و توسعه بدن. یک بدبختی است که ما افغان‌ها در اختلاف خود غرق هستیم و نمی‌خوایم این کار کنیم. اگر هرقدر پاکستان تلاش کنه که از افغانستان استفاده سوء کنه در قبال تجارت، در قسمت مرزها، در قسمت آبها، در قسمت معادن، اما اگر ما سیاستمدارای قوی و کارکشته داشته باشیم، ما میتونیم که به نفع کشور خود استفاده اعظمی را کنیم، هم از پاکستان هم از ایران، هم از جامعه جهانی هزمه. خب بدبختی ده ایست که در راس حکومتهایی که مگذر یکی پای دیگه فقط اما غرق در منافع شخصی استن، منافع ملی پیشون مطرح نبوده. امیست که روز به روز ما به طرف عقب رفته میریم و کشورهای دیگه به طرف توسعه و رشد و پیش رفته میرن.
پس هر کشور که تلاش داره ما باید حاضر که سیاست مدارای ما سر در گریبان کنن، اونا ببینن که چرا از یک دریچه سالها ما گزیده میشیم. اگر یک گروه رو در افغانستان تربیت میکنن او وقت ختم میشه گروه دیگه میاد، اگر او ختم میشه گروه دیگه میاد. یعنی نمیگذارن که افغانستان نفس راحت ما بکشیم. پس ضعف در سیاست مدارای ما، دشمن هر قدر قوی باشه، اگر سیاست مدارای ما قوی باشه و کار کنه در قبال می سیاست های خارجی ولو کشورهای همسایه باشه، کشورهای آسیای میانه باشه یا جامعه جهانی باشه، به نفع خود استفاده کرده میتونیم. خب بدبختی است که هم در سیاست خارجی هم در سیاست داخلی آنقدر ما ضعیف هستیم که تنها یک تامین امنیت کرده نمیتونیم، حفظ سرحدات کرده نمیتونیم، حتی جامعه جهانی را ما قانع ساخته نتونستیم در طول 14 که ما از پاکستان گزیده میشیم. دشمن افغانستان در کجا تجهیز میشه، در کجا تمویل میشه، در کجا کمپ های از اوناست، در کجا ترنینگ ها دیره میتونن. پس اینمیل اجتماعات از اونا در کجاست، انتخابات از اونا در کجاست، اما امیل جامعه جهانی ما قانون ساخته نتونستیم از ضعف سیاست خارجی ما. اگر سیاست خارجی قوی میداشتیم میتونستیم که جامعه جهانی را قانع بسازیم و تعذیرات بالای پاکستان یا ایران یا هر کشوری که به ضد کشور ما کار میکرد ما تعذیرات وضع کنیم توسط جامعه جهانی. اما بدبختی دیگه بوده که افغانستان در گرو یک تعداد حلقه مافیا است که همه به نفع خود کار میکنن، منافع ملی زیر پای است، تمامیت ارضی زیر پای است، ولو روزانه صدها یا هزارها تن کشته شود همین چوکی و همین اقتدار باشن در صدر زین هستن که تاریخ در آینده به اینا چی نوشته میکنه، آیا ارمغان نیک داره یا ارمغان بد. فقط منافع ملی رو ترجیح میتن بر منافع شخصی رو ترجیح میتن بر منافع ملی، که حالت ما روز به روز به طرف عقب رفته میره و صدها جوان ما قربانی میشن، نه صلح برقرار میشه، نه ثبات برقرار میشه، نه تامین امنیت میشه. خیلی سپاسگزارم آقای هاشمی. آقای هدایی، آقای هاشمی هم به قسمت مشکلات پاکستان با افغانستان اشاره داشت. خب ما ببینیم روابط افغانستان و پاکستان گاه متشنج بوده و اکثرا اوقات پاکستان را دخیل میدانه حکومت افغانستان، سیاستمدارای افغانستان و مردم افغانستان در موضوعات جنگ صلح افغانستان و در موضوعات ملی افغانستان. حالا چرا پاکستان به این سرحد نفوذ داشته باشد در مسائل افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی با شما با میمانان گرامیتان و همچنان به بینندگان تلویزیون نور سلامات و احترامات خود تقدیم میدارم. خب امی موضوعات که در افغانستان است و امی جنگ هایی که است و امی نابسامانی هایی که است، این تسلسل از 40-50 سال از سیاسیون و حکومت های سابق افغانستان یا اشتباهات و یا خیانت هایی که صورت گرفته به می حالت فعلا کشور ما رسیده. ما سیاسیون ما از وضعیت پاکستان، از وضعیت که کشور به میان آمده، از وضعیت اقتصادیش، از وضعیت امنیتیش، فرهنگیش با دقت سیاسیون ما معلومات دقیق ندارن. از اون خاطر است که ما نمیتوانیم با از پاکستان یک تصویر دقیق داشته باشیم و این رو بفهمیم که پاکستان اصلا با چی دلیل در افغانستان به این قدر مداخله میکنه، منفعتش در چی است و چرا می کار نمیکنه. این یک ضعف کلان است و می شما فکر میکنید این مسئله را ایشا در چی داره و یا مشکل اصلی پاکستان و افغانستان چی است؟ خب پاکستان اصلا از روزی که تاسیس شده، به خاطر تاسیس شده که در منطقه یک منطقه کشوری باشه که منافع غرب را تامین کنه و از بی‌ثباتی را در منطقه تامین کنه. به خاطر زمین کشور تاسیس شده و امی پاکستان است که در همه منطقه یک وقتاً فوقتاً بی‌ثباتی را به میان آورده و رشد اقتصادی منطقه را گرفته. و دیگر گپ کی است که خود امی یعنی پاکستان که فعلا است، امی ساختمانش، امی جغرافیش کی است، ای به شکل جور شده که اصلا از یعنی نیرنگ و فریب و زور کشور به میان آمده. هیچ یعنی اراده مردمی که در جغرافیا زندگی میکنه به نادیده گرفته شده که این مردم اراده از ایره دارن که در این جغرافیا زندگی کنن یا نکنن. از امو خاطر است که این کشور یعنی چون به فریب و زور به میان آمده
بقای خود را در بحران میبینه، بقای خود را کشور را. و میخاطر است که پاکستان به حدود 850,000 اردو را دارا میباشه و این اردو بخاطر یعنی از ترس یزی که کشورهای همسایه بالای پاکستان حمله نکنه نه، بلکه بخاطر سرکوب داخل خود پاکستان یا تهدیدی که مردمی که بخواین که صدای آزادی و یا حقوق خود را بلند کنن، بخاطر سرکوب بیو مردم داخل مردم پاکستان به وجود آمده. چهار جنگی که در امرای هند پاکستان یعنی کردن اصلا تعرض که کرده پاکستان کرده نه هندوستان. از طرف افغانستان هیچ وقت هم نه کدام تعرض صورت گرفته و نه کدام تهدیدی به پاکستان یعنی از زبان تهدید کار نگرفته نشده که ضرورت پاکستان به 850 یا 900,000 اردو باشه. خب دلیلش ما گفتیم که خود پاکستانی که فعلا هست این نمیتونه خودش یعنی به شکل طبیعیش بقا داشته باشه، بخاطر که مردم اونجا که جمع شدن با جغرافیای جداگانه، با فرهنگ جداگانه، با زبان جداگانه، یعنی نژاد جداگانه، حتی یعنی هیچ چیز مشترک بدون از دین مشترک یاد دارن. شما میبینین که فعلا هم بلوچ ها امرای دولت پاکستان در جنگ هستن به خاطر آزادی خود. وی امروز نیست، 70 سال همین پاکستان که از روز تأسیس شده امرایشان همین مبارزه را دارن و سندی ها پشتون ها هم خواهان آزادی از پنجاب می باشن، ولی پنجابی ها خواستار از این نمی باشن. و شما می بینین که در پاکستان که کدام یعنی پیشرفتی که صورت میگیره او در ایالت پنجاب میباشد، یعنی از هر از همه امکاناتی یا از همه منابعی که پاکستان داره کوشش میکنه که به نفع پنجاب به کار بگیرن، به خاطری که خود پنجابی ها هم به همین جغرافیا باورمند نیستن که بقا خواهد آورد. سیاست های درونی پاکستان چه تاثیر میتونه داشته باشه بالای افغانستان؟ خب ما گفتم که نال بحران در منطقه، بحران در افغانستان منجر به این میشه که اول خو اینمی اردوی که دارن یا رو یا حفظ کنن برای مردم خود، یک روان تعبیر داده شوه که اردوی که از ما کشورهای ما رو تهدید میکنن. خیلی باور دارن آقای هدایی که جنگ یا ستیز پاکستان در مقابل افغانستان ریشه در اون مسئله تاریخی و مرز جنجالی که به نام دیورند است که آقای هاشمی هم قبلا اشاره داشتن، مشکل اساسی پاکستان مثلا است. آیا شما این را تایید میکنید؟ خب اگر ما امرایشان مشکل مرز خط یا خط دیورانه داشته باشیم، امرای هندوستان یا چی مشکل دارن؟ مگم یا امرای هندوستان هم در جنگ و در ستیز هستند و یا اگر میخواین که مشکل دیوران را حل کنن، یه میتونه که از رای گفتگو و از رای صلح‌آمیز و مهمی است که میتونن خود پاکستان در داخل پاکستانی موضوع را حل کنن. اگر چگونه حل کنه، یعنی یا میتونن که از مردمی که دو طرف خط دیورن است از اونها بپرسن که شما میخواین آزاد باشین، شما میخواین امرای افغانستان باشین، یا میخواین شما در جغرافی پاکستان باشین، مشکلشان رو باید خودشان حل کنن. نه اینکه ما خب ما ادعا داریم که خاک ما است، البته خاک ما بودک، و ادعا زیرا داریم که یک وقتی از رای حقوقی و از رای صلح‌آمیز، از رای گفتگوی موضوع حل شوه، از قوانین در روشنایی قوانین بین المللی و در این موضوع دیوران حل شد، نه از رای جنگ و ستیز. و هیچ وقت همین حکومتهای سابق افغانستان و خواستار از این نبودن، مگم این بهانه است که پاکستان برای خود برای جهانیان اتر باید نمود میکنند که یعنی افغانها بالای خاک ما دعوا دارن، از این خاطر ما مداخله خود را در افغانستان یعنی نگاه داشتیم یا مداخله میکنیم. مگر هم اصل گپ ادر نیست، اصل گپ ادر است که خودشان به جغرافیای خود، به مملکت خود باورمند نیستند، از خاطر که اینمی اردو رو حفظ کنن مداخله میکنن در کشور. امرای هند چهار بار یا در جنگ افتیدن، بار چهار بار تعرض که صورت گرفت از طرف پاکستان شروع جنگ شده. خب هندوستان هم راجع هیچ مشکل نداره، چرا این کارو کردن؟ خب بخاطر از اینکه اتر بفهمانن که این کشور که از کشور اسلامی است، که یک قلعه اسلام است و این مردم بسیار پاک است و هر مردمی که در خلاف از این مردم باشن باید سرکوب بگردن و جنگ کنن. یعنی می رقم بر مردم خود یعنی تصور دادن و مردم دونمون از این تصورات و تبلیغاتی که برشان شده فکر میکنن که سیاسیونشان برشان واقعیت میگه. و گپ دومی است که اصلا پاکستان که است یعنی یک اردو است که یک کشور داره، نه اینکه یک کشور اردو داشته باشه. اینمی اردو است که از اما
شیره نظام پاکستان یا استفاده میکنن، یعنی نظامی هستن که در بهترین جای پاکستان زندگی میکنن، بهترین زمین ها در اختیار نظامیان میباشن، فابریکای بسیار کلان کردن، اصلا یعنی صاحبینش نظامی های میباشن، حتی در بانک ها یا سهم ها دارن، یعنی اصلا شیره پاکستان یا میخورن. به می خاطر هم اردوی پاکستان که هست برایشان پاکستان بسیار مهم است نسبت به سیاسی نشان. خیلی سپاسگزارم آقای هدایی. آقای محمدی، تنش روز افزون میان ایالات متحده آمریکا و بازیگران منطقه‌ای مسئله دیگر و یا مشکل اساسی دیگر در افغانستان است. به باور شما این مسئله را ما چگونه یا حکومت افغانستان چگونه باید به حل این مسئله بپردازد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان نهایت عزیز و بیننده های خوب تلویزیون جهانی نور. بحثی که موضوع صلح افغانستان یا موضوع امنیت افغانستان و یا هم روابط افغانستان با پاکستان و که موضوعات بازیگران متعددی که در عرصه تحولات افغانستان دخیل هستند، یک موضوعات بسیار بسیار بغرنج و پیچیده است. افغانستان با پاکستان روابط بسیار عجیب و غریبی را طی کرده در مدت‌های طولانی از سالیان متمادی بدین سو، بخصوص از زمانی که دولت موقت در افغانستان شکل گرفت، یک نظامی در افغانستان شکل گرفت و بالاخره این کشور رفت طرفی که باید نو دولت بسازه و نظام بسازه و به جهان هم نشان بده که دولتی به نام افغانستان موجود هست. اما چیز باعث میشه که کشورهای دیگه چشم طمع پیدا کنن و بالاخره وارد یک سرزمین شون و در اونجا دنبال منافعشان باشن؟ ما در رابطه بین الملل یک اصل داریم: برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. هیچ کسی نمیتونه با ما صلح بیاره. توقعش هم نباید داشته باشیم که پاکستانی، ایرانی و عرب و یا آمریکایی و انگلیسی یا فرانسوی یا دانمارکی و مردم افغانستان صلح میارن. به خاطری که اونها به خاطر امنیت مردم افغانستان کسی تلاش نمیکنه. میبینیم هر روز دامنه جنگ وسیع‌تر میشه. هر روز بحران در حال افزایش است، نه در حال کاهش. در حالی که هر بحرانی از خودش تعریف داره. زمانی که در یک بحران تعدد بازیگرها وجود داشته باشه، بازیگران بیشتری دخیل باشن و بحران شعله‌ور میشه، بحران پیچیده و بغرنج میشه، برای رسیدن و راه حل دچار مشکل میشه. امروز بحران افغانستان به یک بحران حاد جهانی مبدل شده. این بحران نشأت از جنگ‌های میانگروهی و درونی افغانستان تنها نیست. در این جای شک نیست که ساختار ناقص سیاسی در افغانستان یکی از مسائلی است که دست دشمنان را نسبت به ما بازتر ساخته. غرق بودن بیش از حد زعمای سیاسی کشور به چانه‌زنی‌های داخلی و چوکی طلبی‌ها و امثال اینها دشمن را جسورتر ساخته. در این شک نیست. چه زمانی میتونیم ما حداقل حرفی به گفتن داشته باشیم؟ زمانی که ما در حوزه سیاست داخلی چیزی داشته باشیم. ما در حوزه سیاست داخلی توهیستیم، دچار مشکل هستیم. چرا آقای؟ در کجای دنیا ببین، در کجای دنیا شما میبینین که یک وزیر بعد از یک سال یا دو سال عزل شوه، از بین بره، استعفا بده و یک نوع گپ دیگه شوه؟ در حالی که در افغانستان به سال، به ماها، حتی به سال، حتی به چند سال ما تمام وزارتخانه ها را بی سرپرست داشتیم، وزیر وجود نداشت. به خاطر اختلافات میانگروهی و درونی داخلی ما نتانستیم که حداقل فکری برای بقای خود ما داشته باشیم، برای که دخالت بیگانه ها را مهار کنیم. چه رسی که به مرزهای ما برسیم؟ ما هنوز در داخل دچار مشکل هستیم. مرز که خیلی کار دشوار است. با 300 هزار ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان، آن هم ناقص، آن هم طول 17 سال است که افغانستان از فاقد نیروی هوایی است. اگر کسی ادعا میکنه که افغانستان نیروی هوایی داره، من تمسخرآمیز با واقعا خنده میاد. به خاطر چی؟ من جدی میگم، میخوام بقایی بشنوند کسانی که مسئولین هستن. شما ببینید، ما هواپیماهای جنگنده جنگ دوم جهانی رو در اختیار ماست. ما هواپیما جنگنده چرخبال ها و امثالی رو داریم که در سانه های معمولی خودشان سقوط میکنن.
با یک ارتش نامنظم، با یک نیروی امنیتی که از کارازموده نیستن، توانایی ندارن، ما مواجه هستیم و هر روز از صفوف ما صدها نه بلکه بیشتر از صدها جوانه که حداقل تحصیل کرده هستن، 4 سال اکادمی خواندن، اونها شهید میشن. همین لحظه که با شما صحبت میکنم، دقایق قبل ما اطلاع رسید که یک جوانی از جوانای رشید ما، یک خلبان بسیار رفعی ما، در سقوط هلیکوپتر شهید شدن با 5 نفر دیگه. خب یا یه دشمن زد یا هرگه بشد برحال شد. بس اصلی برمیگرده بی که چرا پاکستان دخالت شده افغانستان کم نمیکنه؟ آیا مقصر اصلی پاکستان است؟ آیا مقصر اصلی ایرانی هستند؟ مقصر اصلی مردم هند است یا مقصر ماستیم؟ مقصر اصلی در این مسئله ماستیم. اینا بپذیریم که ما بر ساختار یک نظام مقتدر در کشور ما متحد نیستیم. همه میدانن. امروز ائتلاف‌ها شکل میگیره. ائتلاف‌های گسترده و بزرگ. بزرگنمایی‌های سیاسی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انتخابات ریاست جمهوری در به اساس تقویم 31 عمل 1398 باید برگزار شه. حالی که میشه یا نمیشه. چرا؟ به خاطر مهار ناامنی و به خاطر جلوگیری از حضور بیگانه ها و به خاطر تورم پولی بیش از حد و اقتصاد برهم شکسته و کشته شدن نیروهای محرز، چرا ائتلاف شکل نمیگیره؟ و من یکی از اهداف ائتلاف هم آقای محمدی همین مسئله گفته شده، برای تنش‌های که سیاسی صورت میگیره، یکی از دلایلش همین است که نیروهای امنیتی هر روز کشته میشن و سیستم انتخابات شفاف نیست. آیا واقعا اگر فکر بکنیم آیا حقی این چنین ائتلاف ها نیست که شکل گرفتن؟ ما با شما موافق هستم، اما یک سوال به شما مطرح میشه. همین کسایی که امروز ائتلاف شکل میتن، ما کار نداریم که کی و چی، اینها آیا در دوره های حکومت دخیل نبودن در طول 17 سال؟ آیا وزیر نبودن؟ آیا نخست وزیر نبودن؟ آیا سفیر نبودن؟ آیا یک نماینده با صلاحیت نبودن؟ آیا رئیس امنیت تو همسالش نبودن؟ بودن، شک نداریم بودن. چرا این ضعف ها هیچ گاهی نادیده در نظر گرفته نمیشه؟ اما عملا اینا میگن، مینویسن که ضعف های حکومت، نسخه میتن برای این حکومت. همچنان آقای محمدی خیلی واضح بگیم، بحثی داخلی افغانستان چی نقشی میتونه داشته باشه در روابط بین الملل و در سیاست خارجی افغانستان؟ ما یک اصل داریم. زمانی که سیاست های داخلی در یک کشور سیاست های مدون نباشه، سیاست های کارا نباشه و سیاست های استراتژیک نباشه، ما برای سیاست خارجی حرفی نداریم. سیاست خارجی بروندادی سیاست داخلی یک کشور است. آنچه در داخل است بیرون میشه. شما در اگر مثال زنده بزنم، در یک دیگ اگر شما یک چیزی را میخواهید تبخ کنید، پخته کنید، چی چیزی را توقع دارید؟ گوشت. اگر گوشت انداختید گوشت. اگر نخورد نمیشه چیز دیگه توقع داشته باشید. حالا باورم ای بیست، چرا ما در طول 17 سال نتونستیم امریکا را متقاعد بسازیم؟ چرا نتونستیم متقاعد بسازیم که اینمی کشور از جانب پاکستان، از جانب فلانی و از جانب فلانی تهدید میشه؟ آیا ما پیمان استراتژیک کابل واشنگتن نداریم؟ کابل آمریکا نداریم؟ آیا پیمان امنیتی نداریم؟ داریم. اما یک چیزی که مایه نگرانی است، مسئله مهم، ما در عرصه سیاستگذاری های خارجی دچار مشکل بزرگ است. یک کسی در زمان حکومت پیش از آقای غنی میاد در وزارت خارجه، یکی از دوستا تعریف میکرد، خودش پرسان میکنن، میگی باید معاون سفیر یکی از کشورها تعیین شه. خب معاون سفیر میپرسن که برادر تو چی خواندی؟ میگه میشه که می معاون سفیر تعریف کنی؟ نمیفهمه. خب سرانجام میگه ببخشید ما از رعد فارغ شدیم. خب وقتی که نفر از رعد فارغ شده معاون سفیر میشه، وقتی که شاجدافیر و کنسول میشه، وقتی که مستشار میشه، وقتی که وزیر خارجه تعیین میشه، چه توقع دارین که ما بخوایم دیپلمات پاکستانی قناعت بدیم؟ دیپلمات پاکستانی هوشیار است، پاکستانی نوش جانش، پاکستانی توانایی داره، ایرانی توانایی داره، دنیا را میچرخونه. ما توانایی نداریم که آمریکا را قناعت بدیم که برادر ما در خط مقدم نبرد با دشمن هستیم. ما میخواهیم که پیمان امضا کردیم، در کنارت هستیم، اما اینی چیزا را میخواهیم در غیر اجماعی بزرگ ملی کشور شکل بگیره و از آمریکا خواسته شده که ما قطع رابطه میکنیم. تو فردا متأکد باش، امی ائتلاف به خاطر امی کار شما آمریکا فردا
تصمیمش تغییر میده. نقش حکومت در این مسائل چقدر اهمیت داره آقای محمدی؟ حکومت به عنوان یک نهاد تاثیرگذار، به عنوان یک نهاد پاسخگو، به عنوان یک نهادی که باید تمامی زمینه ها را به خاطر رسیدن به صلح فراهم کنه، نقشش کلیدی است. این حکومت است که طرح و نقشه ها را می‌ریزد. چقدر کوتاهی داره در این زمینه؟ کوتاهیش بیش از حد است. من متوقن هستم که ساختار ما ساختار شکننده است. ساختار ما ناقص است. ساختار ما ضعیف است. با ساختار ضعیف و ناقص و شکننده هیچ گاهی توقع پیشرفت نداشته باشه. خیلی تشکر آقای محمدی. آقای هاشمی، قبلا آقای محمدی از پیمان استراتژیک ایالات متحده آمریکا و افغانستان یا پیمان امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا یادآور شدند. این پیمان حالا سر و صداهای میشه که از داخل پارلمان افغانستان که باید بازبینی شوه. مثلا آقای حامد کرزی هم گفتند که حالا این پیمان از ابتدا مخالف امضای این پیمان بودند و امضا نکردند پیمان را. حالا در نشستی از رهبران سیاسی افغانستان مطرح شد این مسئله و اینا گفتند که این پیمان باید بازنگری شود، چون یکی از تعهدات ایالات متحده آمریکا تمویل تجهیز نیروهای امنیتی بود، اما نکردند. هر روز نیروهای امنیتی کشته میشن، پشتیبانی نمیشه. ما شاهد سقوط ولایت ها ولسوالی ها خود در جایش. آیا واقعا زمان آن رسیده و یا اون نیروی سیاسی در افغانستان وجود داره که این پیمان را بازبینی بکنه؟ خب ای کاش یک حکومتی می داشتیم که مکافات مجازات می داشت. اگر مکافات مجازات می داشت، دیگه سرنوشت ما نمی رسیدیم. دو، من متوقن هستم که یک روز یک حکومت قوی در افغانستان خواهد آمد که هر کس تخطی در مقابل منافع اولیای کشور کرده محکمه شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. دیروز را به یاد دارم و چندین بار از رسانه شما اعلان کردیم، 2 سال قبل، 3 سال قبل که پیمان استراتژی و امنیتی را که امضا کردن این پیمان نیست که به درد مردم از افغانستان بخوره. اما شما دیدین که در روز اول مراسم تعلیف به جای آوردن همین حکومت وحدت ملی، در روز دوم عجولانه همین سیاستمدارای خام که قبلا محمدی صاحب تشریح کردن، ای کاش به اساس استخدام، به اساس مسلک شایستگی در راحت می شد. کشورهای دیگه تا زمانی که شایستگی نداشته باشه، مسلک نداشته باشه، کارفام نداشته باشه، کارکشتی سیاست نداشته باشه، او را استخدام نمی کنن. همیست که اونا اتم جور می کنن. اونا ایران در مقابل امریکا قدر هم می کنن. از ما استخدام ها به اساس رابطه شخصی، قومی، تنظیمی، قومی و سمتی است. بالاخره بیچاره در میدان نبرد سیاست که میره در رابطه دیپلماتیک. به خدا اگر سیاست بفهمه که چی است، رابطه دیپلماتیک چی است، چطور مایده را امضا کنه نمیفهمه. همونجا هر چی که برش یک چیز گفت فقط امضا میکنه، مثل پیمان استراتژی. امیدوار هستم این رهبرها، همین کسانی که در روز پیمان استراتژی که فشار داشتن که اگر شما این امضا نکنید ما از افغانستان میریم، خارج میشیم، و آل اعلان میکنین که ما از مردم افغانستان معذرت میخوایم، مسئلت خدا در کمرت بزنه. امو زمان تو این مذرت کنه پلتیک حالی میگی، امو زمان میگفتی، او زمان کلگی میگفت که اعلان نشد. ببینین ما پیمان استراتژی رو با امریکا امضا کردیم، غیر از این که تمویل تجهیز زیاد باشه چی هست به ما ارقام حالش؟ آیا سرحدات توپکاری نمیشه؟ آیا صدها نفر در کابل به خاکون یکسان نمیشه؟ آیا امریکا 130,000 قوای از ناتو نامده کابل؟ پس منفعت از این برای ما چی بوده؟ کدام ارمغان نیک داشتن؟ آیا می سیاستمدارای ما از امریکا استفاده تانستن؟ یا که به نام افغانستان پاکستان استفاده از امیر از امریکا کرد؟ کشورهای دیگه از امریکا استفاده از امیر کرد؟ پس بنان پیمان استراتژی و امنیتی که شد سیاستمدار نداشتیم که چیزی بده چیزی بگیره. پیمان یا تعهد پارلمان افغانستان را در اینجا می خوام یک پرانتز باز بکنم. آقای هاشمی، چرا در همون هنگام صدایش را بلند نکرد؟ چرا در همون وقت رای داد به می پیمان تصویب شد در پارلمان افغانستان؟ چرا این کار را انجام داد و حالا سر و صدا میکنه؟ دلیل این مسئله را شما در چی میدونید؟ با چی روی کرده وکلای در مجلس این را تصویب کردن که حالا و یا تصمیم گرفتن که باید این پارلمان بازبینی یا بازنگری شود و یا این پیمان؟ چی فکر میکنین که هم یک مثل عامیانه بگم، شوتر گفت گردن کج است، گفت کجا امراست گردنم کج باشه؟ این پارلمان کجا پارلمان است؟ او عزیزم قربانت شم،
اگه این پارلمان می بود در ظرف 7 ماه حکومت وحدت ملی کابینه خود جور می تونست. اگه این پارلمان بود به وزیرای نااهل رأی اعتماد نمی داد. این پارلمان وقت اقامت غیر از یک تعداد محدودش خو کسانی بوده که در مقابل پول خود سودا کردن، فساد کردن، دموکراسی که اهلیت هم نداشتن وزیر ساختن، که امروز صدها هموطن عزیزم او کسی که به خون ملت تربیت شده مادر ده او رنگ میبره، او صدها هم آتن ما شهید میشه. اگر ما پارلمان قوی میداشتیم که قانون اساسی درست تصویب میکرد، پارلمان میداشتیم که نظارت بر اعمال حکومت میداشت، امروز حکومت ضعیف نداشتیم. پارلمان ضعیف نتیجهش حکومت ضعیف، پارلمان قوی حکومت قوی. این پارلمان خود ما شما دیدیم که کسایی که سر به سلطه پارلمان میدونه سوال ادامه میده چیزی گفتن نمیتونه. این پارلمان است. اگه پارلمان می بود در حقیقت وزیرای قوی می داشتیم. نهادهای امنیتی به فرمان از اینا حاضر نمیشه که استیضاح است جواب کنن. شما خبر دارید 10 بار مکتوب روان میکنم به پارلمان باشه روز دوم سلب سلطه میکنن. اما پارلمان آنقدر نبود که حالا اعلام میکنه. کاش پارلمان در ظرف 4 سال این مسئولیت ایمانی وجدانی را ادا میکرد، میگفتن پیمان استراتژی با وجود که مثل ما صدها هموطن رنجیده و دلیده که به خاطر ملافه ملی جان قربان میکنه اعلان کردیم که پیمان است. بعد از او راهکار دوم امضا اعلان کرد نکردن. راهکار دوم در قبال افغانستان آسای میانان امی ترامپ اعلان کرد. اینه اگر در آقای محمدی بیشتر وارد هستن در مثلا و شما شرف حضور در مسائل را دارین، آقای هاشمی پیمان داشت ایالات متحده آمریکا در افغانستان چی نیاز بود که استراتژی تازه اعلان بکنه در قبال موضوعات افغانستان یا در جنوب آسیای جنوبی؟ ما پیمان مدون داشتیم با ایالات متحده آمریکا، مواد داشت، توافق کرده بودیم بر سر مسائل، پایگاه داده بودیم. چی نیاز است به استراتژی؟ آیا این خودش نقض پیمان نیست آشکارا؟ ببینید 100% پیمان اول بود منافع افغان ها نمیگرفت، منافع آمریکا میگرفت. در پیمان اول تحقیق سیاسیون ما نکرده بودن، سیاست مدارای ما نکرده بودن که این پیمان چقدر ما به منفعت ماست، چقدر به منفعت امریکاست. دوم در پیمان که ما امضا کردیم زمینت اوای اختیارت نبود. ما در حقیقت قسم پیمان ها رو امضا کردیم که سلط اختیارات نداشتیم. این ترتیب که شما فرمودین پیمان راهکار دوم به خاطر تجدید پیمان اول کردن. شما ببینید که در راهکار دوم ای کاش ما شریک می بودیم، ای کاش سیاستمدارای ما شریک می بود، ای کاش امی سیاسون ما که در وزارت خارجه اینجا قرار دارن شریک می دن. اینا شریک نبودن، اما مجرد که اونا راهکار اعلان کردن بدون از اینکه سیاستمدارای ما امی حکومت سردمداران حکومت بفهمن که چقدر به نفع ماست، چقدر به نفع افغانستان است، در راهی که شب اعلان کرد که حمایت میکنیم دیگر روز اعلان کرد. بود کسان درمی افغانستان که اعلان کرد که این راهکار به نفع ما نیست. این راهکار یک جانبه است، از این راهکار منفعت امریکا میبره، مادر بم استعمال میکنه. 18 میلیون 19 میلیارد قیمت داشت. فکر کنین که چند نفر دمون جذبن بود مخالفین. آیا عمل مخالفین دمون حضور ندارن؟ پس یک کشوری که مادر بم استعمال کنه 18 میلیون او قیمت داشته باشه، توبت مردم افغانستان که چقدر منفعت برزن دشمن بس از یک ولایت دور میکنه، ای از یک قریه دور نتونست. بنان راهکار ناکام بود. سیاستمدارای ما بدون از اینکه بسنجه به نفع کشور ما است یا نیست در راه میرن از او حمایت میکنن. نتیجه امین پیمان بیشتر باورمند هستن مردم. وکلا در مجلس روز مطرح کردن در مورد امین پیمان که بیشتر حساسیت های کشورهای منطقه ای را جلب کرده به افغانستان. اونا در تلاش عزیزن که امریکا را ناکام بسازن و اینمی تلفات نیروهای امنیتی و بحثای دیگر نتیجه اینمی پیمان است. آیا واقعا شما فکر میکنید که چنین باشد آقای هاشمی؟ شکی نیست. مجرد که تعزیرات با پاکستان وضع کرد، ایران، پاکستان، چین یک قطب دیگه مکمل در مقابل از اونا جور شد. شکی نیست که اساسات ها را پیدا کردن. اما بر میگرده به سیاسون ما که در این سیاست های خارجی امریکا یا سیاست های جامعه جهانی یا سیاست های کشورهای آسیای میانه خیمه سیاست داریم نداریم؟ آیا ما در قبال کشور خود فکر میکنیم نمیکنیم؟ اگر ما در قبال کشور خود فکر کنیم، تحقیق کنیم، جستجو کنیم، یک رای حل به این بحران ما پیدا میکنیم. خب بدبختی این است که ما در صدر عزیزتیم کی از قوم وزیر شوه، کی از پارتیم وزیر شوه یا موین شوه، کی را در کجا استخدام کنم پای منافع ملی خدا بیامدش او بخیر رفته مرده. در صدد عزیزم که یک سال یا شش ماه دیگه هم که مانده میله سپاری کنیم چطور به نفع خود کمایی کنیم تا بالاخره آرام با تذکره و پاسپورتم در جیبم است یک کشور دیگه بلوم زندگی کنم. در قصه از این است که افغانستان چی میشه. وگرنه امی پارلمان بود،
امی سیاسون بود، امی حکومت بود که امضا میکرد. اگر در اون زمان میسنجیدن امروز به ایالت نمیریم. خب امیدوار عزیزتم که حکومت آلم به سر خورده باشن. این رفت آمد اصلی بحث ما شما که وزیر خارجه پاکستان است، این بحث جداگانه است. چطور سیاستمدار ما دفاع کرده بودن؟ از ما و تو باور به خدا کنین ماستری نداره، دکترا نداره، میره بدر کردن نفر میشنه کو سرش سفید شده دارای سیاست، اتوماتیک ایره فریب میته، به نفع خود فیصله میکنه. امیدوار هستم دولت از تبعیضای قومی سمتی و مذهبی بگذره. اشخاص کارکشته سیاستمدار قطر جال نیست. ده 30 یا 40 میلیون نفوس اتو سیاستمدارای دارن که به خدا پاکستان و ایران بکل چرخ میته. خو ای کاش حکومت بر ازو وقت بته، زمینه مساعد کنه، فرصت بر ازو مساعد کنه تا که ما بگیریم. امو کسایی که واقعا به درد ملت میخوره، سیاستمدار قوی است، او بیچاره در گوشه عافیت شده ولا که خبر از اون کس بگیره. اما کسی که بچی کاکاش است، بچی مامایشون است، او کسی که سنش ایجاب نمیکنه باشه، حداقل اونا کسی هستند که باید تقاعد کنن، اون ما را استخدام میکنن تا نمیتونن کار بر ما کنن. خیلی سپاسگزاریم آقای هاشمی. آقای هدایی، چالش های عمده دیگر همکاری بازیگران منطقه است. صلح در افغانستان، خب بحث ما سفر وزیر خارجه پاکستان است و اونا محور سفرشان هم گفتگوهای صلح یا اون متفقنامه صلح جانبه بین افغانستان و پاکستان است. صلح منطقه تنها وابسته به پاکستان است و یا به تلاش های حکومت افغانستان هم خیلی وابسته است؟ خب واقعیت امریکی است که صلح اگر افغانا، اگر طالبا باشن و یا گروپ ها یا احزاب یا رهبرایی که در نظام هستند بسیج شدن، اگر یا تعهد از این داشته باشن که در افغانستان جنگ را ختم کنن، به مردم خود، به کشور خود دل بسوزنن، نه ما ضرورتی داریم که با پاکستان در معامله کدام معامله داخل شه و نه با کشورهای همسایه و منطقه و فرا منطقه. خب بدبختی است که اول خب مخالفین دولت میگن که ما امرای حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم، بلکه امرای دولت امریکا ما میخوایم صحبت کنیم. شما نظر دیدگاهتون در مورد چی است؟ خب طالبی که از همه افغانستان خود را میگه، ما میگه ما فرزندان افغانستان هستیم، افغان هستیم و برای گرفتن افغانستان تلاش میکنیم و بیرون راندن خارجی ها از خاک ما. اینا چرا وارد گفتگو با حکومت افغانستان، اگر با حکومت افغانستان میشن با احزاب سیاسی افغانستان شوند و اگر با احزاب سیاسی افغانستان نمیشن با مردم افغانستان شوند، چرا اصلا زمینه این را بسازیم که کشورهای دیگه مداخله بکنن در موضوعات جنگ صلح ما و شما؟ آیا طالبان واقعا یک نیروی فکری و سیاسی هستند و یا هم اینا وابسته به کشورهای دیگر هستند نظر به افکار و اعمالشان؟ ببینن ما خب به اشتراک گفتم که اگر از دلسوزی به ملت خود، به مردم خود، هر دو طرف اگر دل بسوزنن، باید از منفعتهای شخصی خود، از ایدئولوژی یا فکرهایی که در فکر خود را انجام بگذارن و برای کشور و مردم خود اینمی قربانی را بدن که از که در افغانستان یک صلح پایدار به وجود بیاید. خب طالبا هم بطور یک نظر دارن که ما بالای حکومت افغانستان باور نداریم که کدام تعهداتی که امرای ما بکنن و به او یا بودن عمل کنن و در اصلا بازیگری که هستک و در کشور و امریکا هستک و اگر ما تعهداتی از امریکا گرفتیم میشه که ما به اهدافی که داریم یا شریک دولت که میشیم او بر ما یعنی ضمانت باشه. خب ما گفتیم که نمی یکی بهترین رایش است. دومین رایش که است که وی است که ما اگر مثل که استاد محترم در این باره اشاره کردن که اگر ما یک دولت مقتدر به وجود می آوردیم که حکومت قانونمند می بود، مشروعیت خود را می داشت و قانون حاکمیت می داشت، عدالت می بود، این منجر به این می شد که باور مردم بالای دولت می بود و از مخالفین هیچ نوع مخالف حمایت نمی کردن و همو بوده که شما می دانستین که بالای مخالفین خود از یا هم از رای سیاست دست بالا باشین و هم از رای نظامی و منجر به این می شد که حتی پاکستانی ها هم یار حاضر به گفتگو و حاضر به صلح می کردن، چون ما یک نظام بسیار یک گدو و دو شما میبینید که فساد حاکم و به صدر هر کس روان است که قانون حاکمیت نداره، عدالتی وجود نداره، آدم های بسیار فاسد و فاسق در دولت شریک هستند. این منجر به این شده که دل مردم دیگر از این نظام بالکل صبر شده که از این نظام یعنی
بر از یک کدام مفاد باشه یا بخیر مملکت تمام شوند. اینمی هم باعث شده که مخالفین یعنی در وجود مردم در اطراف جای خوب میگیرن. و رای سوم یه است که رای سوم که دولت امریکا و یا کشورهای همسایه همکاری کنند با افغانستان برای صلح و ثبات. و یک چیزی است که خواسته های ما است که مگم یه مطمئن نیست که میشه این ببینیش قرائنی وجود داره که امریکا هم در افغانستان یا بگیم یعنی مردم ادعا دارن که سیاسی نو ادعا دارن که امریکا هم خواهان تجدید جنگ در افغانستان است. خب اگر امریکا خواهان تجدید جنگ باشه باید ما دیگه هیچ امید از امریکا نداشته باشیم که در کشور صلح بیاره. و همچنان پاکستان هم که خواستار تشنج در افغانستان و جنگ باشه باز ما با هیچ شکلی یا با هیچ معنی پاکستان صلح خواسته نمیتونه منم برای ما صلح میاره. بهترین رای حل را شما در چی میدونید؟ بهترین رای علی است که ما یک دولت صاحب یک دولت مقتدر شیم، دولت هست که هم بتوانه که هم امرای پارتنر استراتژیک خود در داخل یک گفتگوی دقیق و سازنده شود و همچنان با کشورهای همسایه داخل یک گفتگوی سازنده شود، هم بتوانند که اعتماد و باور مردم خود را به دست بیاورند. یعنی مثل که استاد گفتند هر قدر که شما در داخل قوی باشین در سیاست بیرونی خود هم شما قوی می باشین و گپتان یک جای می گیره و باور کشورهای دیگه این می باشه که این دولت که صرف از منفعت مردم خود دفاع میکنه. حالا در افغانستان شما ببینید بازی های سیاسی نیست بلکه بازی های استخباراتی است. در این طور حالت شما تا نمیتونید که یک تحلیل سیاسی هم بکنید بخاطر که بازی های استخباراتی است، معلوم نمیشه که چی خواست فردا چی خواهد شد، هیچ این ضمانتی وجود نداره. از این خاطر است که ما مجبور هستیم که یک دولت قوی داشته باشیم که تا از بازی های استخباراتی کشور را بکشیم به یک بازی های سیاسی و بتوانیم که هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان در یک گفتگو و در یک سیاست سازنده باشیم. اگر این طور نشود فکر کنیم که ما یعنی به اصطلاح اگر می دامن خیرات به او پیش که به او پیش که بر ما اصل بوده یعنی ما چیزی نمیتوانیم کرده، ما ظرفیت زیر نداریم یا خواهانی از این نیستیم که این کشور و این مردم از بدبختی خلاص شود. و اگر شما میتوانین از این بازی هایی که در اینجا میگنین دست بردارین و مردم مرام شما فکر کنم که نتیجه نتبایی مکشور. خیلی سپاسگزارم آقای هدایی. آقای محمدی، رابط افغانستان با دولت پیشین پاکستان خیلی خوب نبود. وزیر خارجه پاکستان این بار گفته که با پیشنهادات تازه می آید و همچنان رئیس جمهور غنی نخستین فردی بود که به رهبری دولت جدید پاکستان پیام تبریکی داد و یک بخشی از این سفر مربوط میشه به سفر پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که از در سفرش از پاکستان خواسته بود که گفتگوهای صلح پاکستان و افغانستان را وزیر خارجه پاکستان باید از سر بگیرد. حالا از این بحث ها برداشت شما چی است؟ آیا ما نزدیک هستیم به گفتگوهای صلح و یا به یک نتیجه یا چیزی دیگری وجود دارد در میان این بازی ها؟ با توجه به پیشینه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان که در زمان یوسف رضا گیلانی هم سمت وزارت خارجه را داشت بین 2008 تا 2012، زمانی بود که حکومت افغانستان خیلی تلاش کرد که طالبان را به میز مذاکره بکشاند. آقای کرزایی شخصا 20 مرتبه پاکستان سفر کرد، همه خبر دارن. در 20 سفری که آقای کرزایی به پاکستان داشت چه دستاوردی های ما شد؟ هیچ چیزی. جزی که جنگ شعله‌ور شد، طالبان تقویت شدن، جاهای بیشتری در کنترلشون قرار گرفت، ولایت بیشتری سقوط کرد، ناامنی گسترش یافت و اقتصاد رو به کاهش. موضوع این باری که آقای قریشی گفتن ما با یک بسته جدید وارد افغانستان شدیم، او بسته چیست؟ چند روز قبل قرار بود که کنفرانس صلح به ابتکار مسکو برگزار شد. چرا اون کنفرانس وتو شد؟ چرا سپوتاش شد؟ چرا هم آمریکا دو اشتراک نکرد و هم افغانستان اجازه اشتراک پیدا نکرد؟ آمریکا خود نخواست که اشتراک کنه و آمریکا نمیخواد که گره را به دست کس دیگه باز کنه.
گره یک آمریکا زده باید آمریکا باز کنه. این گره نباید به دست روسیه باز شود یا به دست ایران یا به دست پاکستان یا به دست عربستان. این گره را باید مقامات پاکستانی نه بلکه مقامات آمریکایی باز کنن. چون رمز این گره دست پاکستانی نیست. رمز این گره دست مقامات کشورهای دیگه مثل روسیه نیست. به خاطر اینکه آمریکا دید اگر اینجا روسیه این کنفرانس را برگزار کنه و ما را من حیث یک قدرت جهانی بخواه، بنابراین باید ما محتاج روسیه شویم. تقابل بر گفتگوهای صلح افغانستان چی منافع داره به این کشورها آقای محمد؟ یکی از موضوعات داغ که همین اکنون همین لحظه جریان داره موضوعات رقابت‌های تسلیحاتی و رقابت‌های منطقه‌ای آمریکا و روسیه است. جنگ افغانستان هم جنگ نیابتی قدرت‌های بزرگ است. آمریکا، روسیه، چین و شمولش کشورهای دیگه که در حوزه جنگی افغانستان دخیل هستند، هر کدام دنبال منافع هستند. چند روز پیش ولادیمیر پوتین اعلان کرد که بزرگترین رزمایش تاریخ روسیه را برگزار میکنه که عملا در حال برگزاری که فعلا در حال برگزاری است با حضور چین. 300 هزار ارتش، 36 هزار زرهدار و تانک و توپ، 1000 جنگنده روس. جنگنده هایش روسیه میخواه به نمایش بگذارد جهان. قدرتش هم مانا رو میته و دنیا نشان میته. آمریکا را میگه که در علمی نقطه ثقل قدرت جهانی که افغانستان است بیشتر از این پایت گذاشته نمیتونی. ما بیدار هستیم. پاکستان کشوری نیست که افغانستان را بتونه به صلح برسانه یا نرسانه. پاکستان کشور محتاج است که 300 میلیون دلار وقتی آمریکا قد کرد فوراً اونجا عذرخواهی کردن که ما معذرت میخواهیم. اشتباه کردن. حتی با اشاره وزیر خارجش، وزیر خارجه پاکستان، وزیر خارجه یک دولت وارد تصمیم میشه به افغانستان مثلا. 100% خواهش میکنم ما ببخشید ما را اشتباه کردیم، ما نفهمیدیم 300 میلیون ما را پس بدید. آمریکا پیش شرطای گذاشت، گفت اینی پیش شرطا را برو انجام بده، بعد اون 300 میلیون دلار حالت تعلیق ما دوباره به شما واگذار میکنم. حالا پاکستان وزیر خارجه جدید شکه تلفنی صحبت داشته با صلاح الدین ربانی وارد کابل میکنه. بسته جدیدش اول بس موضوعات بیشتر داغش موضوع تجاری است. موضوعی که افغانستان دست برداشته از تجارت بیش از حد با پاکستان میره به طرف آسیای میانه کشورهای منطقه و او طرف با چابهار ایران که یک ذره وضعیت ایران دوچار مشکل شده ما دوچار مشکل شدیم. این دلایل کلش روی هم گذاشته میشه و وزیر خارجه با یک بسته جدید وارد کابل میشه و مقامات افغانستانی هم میگه که ما همراه شما هستیم با اینی کارها، اما برای صلح و ثبات در افغانستان من فکر میکنم چیزی که تکرار شده آزموده را آزمودن خطا است. تجربه شده یک مرتبه نیست، دو مرتبه نیست، سه مرتبه نیست، بلکه صدها مرتبه عهد شکنی صورت گرفته. شما ببینید در یکی از پیمانهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امضا میکنه با یهود، با سران مشکین، عهدنامه پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه مو به مو اجرا میکنه در حالی که یهود را مشکنه، اما بازم پیامبر صلی الله علیه و سلم پابند میمونه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسلمان ها بتونن امنیتشان تامین شه. امروز مشکل در افغانستان به حد گسترده و قوی است که این دیگه دامنه این مشکل از دست چند کشور برآمده. حال بازیگرای متعدد وارد صحنه هستن و من متیقن به یک مسئله هستم که اگر آمریکا صادقانه بخواه، صادقانه آن چی که میگه عمل کنه، متعهد به گفتارش باشه، شما باور داشته باشید که در یک هفته خونه یک ماه دیگه اگر شما در افغانستان در 34 ولایت نامنی دیدی خو هر چی که میخوای بگو. از یک طرف جبهه نیروهای دولتی افغانستان مات میشه، در جبهه دیگه هلیکوپتر به دشمن تجهیزات میده. چگونه میخوای به امنیت برسی؟ چگونه میخوای در این حالت به امنیت برسی که دشمن تجهیز میکنن؟ خیلی تشکر. ببخشید ما امروز توان پرداخت 1000 افغانی تیل در موتر ما نداریم. چطور صدها زرهدار دشمن با او امکانات میگرده؟ تجهیزات روز از کجا میکنه؟ پس گپ معلوم است. من متیقن هستم که اگر صادقانه جامعه جهانی، کشورها، آمریکا، همراه روسیه و جمع افغانستان بخواهند که در افغانستان صلح برقرار شود، امروز و فردای معطل نمیشه و شما شاید صلح بشید. خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای فرید محمدی، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه، آقای سلبن هدایی کارشناس سیاسی و آقای سعید نقیب‌الله هاشمی عضو از بخش شورای ولایتی ولایت کابل.
از حضور شما داریم و تشکر از شما بینده های گرامی که تا این دن با ما همراه بودید. بقیه وقت خوش، خدا نگهدار.